گلریز قبادی در سالهای اوایل دهه 1350 در ارتباط با تشکیلات کمله قرار گرفت و از این پس فعالیت و مبارزات انقلابی خود را به طور متشکل ادامه داد. در سال 1356 و به منظور فعالیت در میان کارگران عازم تهران شد و در کارخانه قرقری زیبا به کارگری پرداخت. او فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی خود را به طور مخفی و بسیار جدی و پیگیر در این کارخانه و نیز در محلات کارگری نشین شهر تهران با موفقیت به انجام رساند و در پاییز سال 1357 مجدداً به کردستان برگشت. در جریان قیام و برچیدن بساط حاکمیت رژیم پهلوی فعالانه شرکت داشت و یکی از فعالین و سازمان دهندگان تظاهرات مردمی و نیز یکی از فعالین اصلی تشکیل دهنده شورای زنان شهر سنندج بود. فعالیت و مبارزات انقلابی او دیری نپایید و سرانجام در روز 9 فروردین ماه سال 1358 در راه کمک رسانی به مردم انقلابی و به پاخواسته ترکمن صحرا جان باخت. تأثیرات رفیق گلریز قبادی در دوران فعالیتش و نیز تا سالهای بعد از آن نیرو بخش دیگر رفقا و همسنگرانش بود. به یاد این انقلابی کمونیست و خستگی ناپذیر، اولین دسته زنان پیشمرگ کمله با نام او مزین گردید. یاد رفیق فریده زکریایی. فریده زکریایی معلم دلسوز و انقلابی با زندگی کوتاه ولی پربار خود و با مرگ سرافرازانش سرمشقی بود برای دیگر رفقا و همسنگرانش در تداوم مبارزه و تلاش و فداکاری بی‌دریغ در کمک به مبارزات توده‌های ستمدیده و حق طلب و هم سرنوشتی در پیکار و رزم مشترک علیه دشمنان و حاکمان سرکوبگر نظم سرمایه. او انسانی از خود گذشته بود که طی دورانی که به آموزگاری و تدریس
در یکی از روستاهای اطراف دیواندره مشغول بود، کمترین فرصت را در راه تعلیم و آموزش کودکان و نوجوانان زحمتکش و ارتقای همه جانبه آنان از دست نداد. مردم روستا وی را همچو فرزند خود دوست می داشتند و در او سیمای شخصیتی قابل اعتماد و اتکا می دیدند. فریده زکریایی یکی از فعالین کمله در سالهای قبل از انقلاب 1357 بود که علاوه بر معلمی مدتی را نیز به نام رهنمود تشکیلات در کارخانه کفش ویان در تهران به کارگری و انجام وظایف و فعالیت‌های سیاسی محول پرداخت. پیش از برپایی قیام 22 بهمن 1357 غلیان اجتماعی اقصا نقاط جامعه ایران را فرا گرفته بود. اعتراضات پراکنده اما چشمگیر و پر امید نوید تحول و حرکت‌های گسترده‌تری را با خود داشت. در این میان زندان مرکزی شهر سنندج شاهد اعتراضات وسیع و پرجوش زندانیان سیاسی بود. رفیق فؤاد مصطفی سلطانی که در این زندان به بند کشیده شده بود رهبری این اعتراضات را بر عهده داشت. زندانیان بر علیه شرایط زندان و اعمال ضد انسانی شکنجهگران و زندانبانان یک پارچه دست به اعتصاب قضا زده بودند. خبر این اعتصاب به سرعت در میان مردم شهر سنندج پیچید. متعاقب آن تظاهرات پرشوری از جانب مردم در پشتیبانی و حمایت از خواست زندانیان سیاسی و اعتصاب قضا و مقاومت آنان به وقوع پیوست. رفیق فریده زکریایی در برپایی این اولین تظاهرات مردم در شهر سنندج همراه سایر رفقا و فعالین انقلابی شهر نقش چشمگیر و به سزایی از خود ایفا نمود. پاییز سال 1357 در یکی از روستاهای اطراف شهر مریوان کار معلمی و تدریس خود را ادامه داد. وی در آنجا نیز پیگیر و خستگی ناپذیر در مبارزات مردم بر علیه رژیم شاه شرکت داشت. فریده زکریایی یکی از هزاران زن رزمنده و کمونیستی بود که با قلبی سرشار از عشق به رهایی و برپایی جامعه‌ای بدور از هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری در مسیر انقلاب توده‌های ستم دیده مردم ایران گام نهاد و در تداوم این راه و در دفاع و پشتیبانی از همسرنوشتان خود جان خیش را فدا نمود. یادش گرامی. چکوبم هر کی شون بچمن بوتو
بده مشت زنامون به شقامزه پا من نشین که کنون باید شکنی شب غم بکنی می خوغا جرم بکنی می خوغا چمن با تو بگه مشت زنوم به شقاقی خواه تو بخون که کنون باید شکنی شب غم بکنی می خواه جانم بکنی می خواه تو بخون که کنون باید شکنی شب غم بکنی می خواه جانم بکنی می خواه بینندگان عزیز، به این ترتیب وقت برنامه این هفته یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در اینجا به پایان رسید. در برنامه هفته آینده و به مناسبت سالگرد جانباختن رفقا سعید معینی و سعید سلطانپور، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی خواهیم داشت. تا آن موقع شاد و سرفراز باشید.